میگن اجماع روح علامه طباطبایی رو خدا مهمان قرآن بکنه. این واقعی اسلام شناسی خوبی بود. میگه شما یه قدری از حوزه ها دور برید، یه مقداری دست از دور داشته باشید، دین شناسی کنید، ببینید که این حوزه ها رو چی میگردونه. بفهم منابع غنی و قوی ما چهار تاست، قرآن است و روایت است و عقل است و اجماع. عقل که متاسفانه اونچنان رشدی تو حوزه ها نداره. قرآن رم ادهی و آزالله به عنوان این که تحریف شده یا کاری با او نداریم، یا اطلاقاتش در مقام بیان نیست، در اصل تشریح از امثال ذالک در حوزه ها رواجی نداره. روایت هم اگر معتبر باشه به پیشینیان عمل نکنن، اعراض پیشینیان روایت معتبر از حجیت میاندازه. اگر چنون چه معتبر نباشه پیشینیان بهش عمل بکنن، مشهور بهش عمل بکنن، این صاحب قدرت میشه. پس محورهای دین را فهم علما داره میگردونه، یعنی شهرت داره میگردونه. اجماع به اون معنا خیلی کمه، اجماع نداریم، تقریبا فهم علما داره میگردونه. چون اگه یه روایتی معتبر باشه، حالا اخیراً هم کمی فکر داره عوض میشه، اگه یه روایتی معتبر باشه مشهور بهش عمل نکنن از حجیت میفته، روایتی ضعیف باشه مشهور بهش عمل بکنن معتبر میشه، مدار استدلال فقهی میشه. قرآن که معمولا نیست تو کار. شما مثلا در نوع مسائل شاید یکی دوستا آیه پیدا کنید و این دوستا در اصول که ایشون طبیعتی بیشون این بود که اول تا آخر اصول دو تا آیه از اونم فقط برای رد کردن، چون همه محققین گفتن به این که آیه نبه و آیه نفت دلیل حجیت خبر واحد نیست، پس اصول که کاری با قرآن نداره. اگر خبر واحد است که مهمترین دلیل حجیتش هم بنای اغلاست، یه مسئله اصولی نیست که با قرآن تکیه بکنه. و این برای تشهیزن للاذهان و ردن لما توهم من الاستدلال بالقرآن ذکر میشه، وگرنه کدوم اصولی محقق است که دلیل حجت خبر واحد را آیه نبه یا آیه نفر میدونه؟ همه میگن اینها دلیلی نیست. بنابراین میمونه روایت. روایت رو هم اگر چون چه عده عمل نکردن که از حجت میفته، اگر ضعیف باشه عمل بکنن که محور حجت است. پس اون چی که خلاصه گرداننده رسمی است فهم علما.